ساعت 3:30 بامداد در لندن، 7 در تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. به چشم‌انداز بامدادی از BBC خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه توییتر هشدار داده که اگر ایران اقدامی علیه آمریکا انجام دهد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. دولت ایران هم میگوید تحرکات نظامی آمریکا در عراق میتواند منطقه را به شرایطی فاجعه بار سوق دهد. تازه ترین تحولات و پس از آن تحلیلی در این زمینه خواهید شنید. از تازه ترین خبرها در مورد ویروس کرونا در جهان و ایران هم مطالبی داریم و از یک کارشناس درباره آمار جدید ایران خواهیم پرسید و گفتگویی هم داریم درباره دیدار نمایندگان طالبان با دولت افغانستان. پیش از اینها خبرهای جهان را بشنوید از فرج بالافکن، تهیه کننده برنامه امروز. سلام و صبح بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه توییتر هشدار داده که اگر ایران اقدامی علیه کشورش بکند، بهای سنگینی خواهد پرداخت. تهدید آقای ترامپ همزمان با انتشار گزارش‌های از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد، پایتخت عراق مطرح شده. او همچنین در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که اطلاعات دقیقی به دستش رسیده که گروه‌های طرفدار ایران در عراق در حال تدارک حمله علیه آمریکا بودند، موضوعی که آقای ترامپ ایران را مسئولان اقدام می‌داند. کامبیز فتایی از واشنگتن گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ در توییتر ایران و گروه‌های نیابتی‌اش را متهم کرده که برای یک حمله غافلگیرانه علیه نیروها و مراکز آمریکایی در عراق برنامه ریزی کردند. او هشدار داد که در این صورت ایران بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا سپس در کنفرانس خبری کاخ سفید با تکرار این هشدار اعلام کرد که واکنش آمریکا از بمباران اخیر گروه کتایب حزب الله در عراق میتواند بزرگتر باشد. هشداری صریح در شرایطی که تنش بین تهران و واشنگتن در خاک عراق یک بار دیگر بالا گرفته. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید که رشد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشورش مشابه ایتالیا است. بیش از 200,000 نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد تاکنون 4,669 نفر درگذشتند. تعداد جانباختگان در اروپا هم از مرز 30,000 نفر گذشته. ایتالیا 13,000 قربانی داشته و در اسپانیا 9,000 نفر در اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نیویورک، شیوع کرونا را بزرگترین چالش جهان پس از جنگ جهانی دوم خوانده. رئیس سازمان جهانی بهداشت هم گفته که در روزهای آینده شمار مبتلایان به 1,000,000 نفر افزایش خواهد یافت. از آنجایی که ما وارد چهارمین ماه از شروع همگیر کووید 19 می شویم، من از شدت گرفتن سری و شیوع جهانی این بیماری عمیقا نگران هستم. در چند روز آینده تعداد افراد مبتلا به این ویروس به 1,000,000 نفر خواهد رسید و 50,000 مرگ خواهیم داشت. خبرها را از رادیو BBC در لندن میشنوید. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که دیروز حدود 3,000 مورد جدید ابتلای شناسایی شده و نزدیک به 140 نفر هم جان خود را از دست دادند. تاکنون در ایران بیش از 47,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند که در این میان بیش از 3,000 نفر درگذشتند. و مقام‌های پزشکی افغانستان میگویند که 41 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در هرات ثبت شده. این تعداد بیش از 50% افزایش را نسبت به روزهای گذشته نشان می‌دهد که در مجموع به 184 نفر رسیده است. با صبح خیر و سلام به چشم‌انداز بامدادی پنجشنبه 14 فروردین 1399 برابر با 2 آوریل 2020 خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با فرج بالافکن، تهیه کننده برنامه، همراه شما خواهم بود. برنامه رو با مطلبی مربوط به ایران آغاز می‌کنیم. همزمان با انتشار گزارش‌های از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد، پایتخت عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه توییتر هشدار داده که اگر ایران اقدامی علیه آمریکا بکند، بهای سنگینی خواهد پرداخت. او در یک کنفرانس خبری هم گفت که اطلاعات دقیقی به دست او رسیده که گروه‌های طرفدار ایران در عراق در حال تدارک حمله علیه آمریکا بودند که او ایران را مسئولان می‌داند.
اسماعیل قانی جانشین قاسم سلیمانی شده که 3 ماه پیش در حمله یک پهپاد آمریکا در بغداد کشته شد. با همکارم کامیز فتایی در واشنگتن صحبت کنیم بیشتر در این مورد. کامیز، بگو هشدار آقای ترامپ دقیقاً چی بوده؟ خب میشه گفت دو جا هشدار داد، یکی در شبکه توییتر که توییت کرد به صورت میشه گفت خیلی آره غافلگیر کرد، قدری که خیلی صریح گفت که اطلاعاتی داره که ایران و گروه‌های نیابتی اون در عراق قصد حمله غافلگیرانه رو دارن علیه نیروهای آمریکایی و گفت اگر اینطور بشه ایران به گفته آقای ترامپ قطعاً هزینه سنگینی رو خواهد پرداخت. و در کاخ سفید هم دوباره در مورد او سوال شد، در مورد کتایب حزب الله از او سوال شد، به اسم گروهی اشاره نکرد، گفت اول گفت ایران و بعد گفت وقتی میگه ایران منظورش لزوما ایران مستقیم نیست، گروه های شیعه طرفدار ایران در عراق دارن همچین نقشه هایی میکشن که از نظر او در هر صورت این ایران هست و ایران رو مسئول میدونه. این رو به طور مشخص گفت رئیس جمهوری آمریکا و گفت که اجرایی میشه پیام هم داد، گفت که به اونا میگیم که این کار رو نکنید، این کار رو نکنید، اگر این کار انجام بشه خیلی خیلی بد خواهد شد. و به طور مشخص هم گفت که واکنش احتمالی آمریکا بزرگتر از واکنش اخیر علیه گروه کتایب حزب الله خواهد بود که بعد از حمله راکتی دو تا از نیروهای آمریکایی و یک بریتانیایی رو در عراق کشتن، اینها در حمله راکتی. و بعد هم آمریکا واکنش نشون داد و چند مرکز که میگفت انبار تسلیحات اینها رو هدف قرار دادند. آقای ترامپ گفت که واکنش احتمالی آینده اگر این نقشه‌ای که به ایران دارن نسبت میدن اگر انجام بشه از واکنش اخیر به مراتب گفته او بزرگتر و جدیتر خواهد بود. به هر حال این در حالی داره مطرح میشه که در آمریکا اخیراً روزنامه نیویورک تایمز صحبت از این کرده بود که گزینه حمله به نیروهای ایرانی رو اینها بررسی کردن در واکنش به حملات گروه‌های نیابتی در عراق علیه آمریکا و این گزینه هرچند فعلا رد شده اما از طرف اشخاصی مانند پومپئو مورد حمایت هست و آمریکا در پی از بین بردن گروه کتایب حزب الله هست. در یک چنین شرایطی حالا آقای ترامپ خیلی میشه گفت به صورت تلویحی داره میگه که شاید واکنش آمریکا محدود بشه به نظامیان شیعه مورد حمایت ایران نباشه، بلکه گفته او در این دقیقاً واژه او هست در زنجیره غذایی بالاتر خواهد رفت که به نظر میرسه که در حلقه سلسله مراتبی که بین نیروهای ایرانی و شیعه و در عراق وجود داره میخواد از رده های بالاتر رو هدف قرار بده که شاید به صورت تلویحی منظور ایران یا نیروهای ایرانی باشه. خب کامیز، واکنش ها چی بوده اخیراً؟ به این صحبت ها در آمریکا واکنش صریح نبوده، اما جالب اینجاست که نیویورک تایمز ساعتی پیش نامه ای رو منتشر کرده که نامه دموکرات ها رهبران دموکرات در کنگره آمریکا هستن، ابراز نگرانی دارن میکنن در مورد همین مسئله و میگن که بنابر گزارش های اخیر گزینه حمله احتمالی به نیروهای ایرانی رو آمریکا بررسی کرده، دارن میگن که اگر آمریکا دولت آقای ترامپ به شخص او این نامه رو نوشتن که اگر میخواد دست به اقدامی بزنه قانونا موظف است که به کنگره بیاد و به اونها اول خبر بده، چرا که خطر جنگ هست. به هر حال این میشه گفت یکی از تازه ترین واکنش های منتقدان و مخالفان هست به او. طرف ایرانی رو هم فراموش نکنیم، مقامات ایرانی چند روزه که دارن در مورد این مسئله صحبت میکنن، تازه ترین واکنش اونها شاید واکنش سرلشکر یحیی صفوی باشه از مشاوران رهبر ایران که گفته که در مورد پیامت های اقدام نظامی احتمالی آمریکا واکنششون داده که میم گفته او میتونه بسیار تحریک آمیز باشه و پیامت های جدی خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز گذشته در مورد همین مسئله هشدار داد، گفت تحرکات نظامی در عراق میتونه منطقه رو به بی‌ثباتی بکشونه. به هر حال این رو بعد یک بار دیگه اضافه بکنم که آقای ترامپ گفته که این واژه خودش هست، صحبت‌های او آماده باش نیست که قصد حمله داره، بلکه به گفته او یک هشدار هست که می‌بینیم بعد از مدت‌ها بار دیگر به توییتر و همینطور در کاخ سفید خیلی صریح داره یک هشداری رو به ایران میده که لحنش نسبت به گذشته بسیار سریع‌تر هست. متشکرم کامبیز فتاحی، همکار ما در واشنگتن. پیش از اینکه به سراغ کارشناسمون بریم و بیشتر در این مورد صحبت کنیم، میخواستم از شما شنوندگان بینندگان برنامه خواهش کنم که با ما تماس بگیرید در مورد مطلبی که شنیدید. بعد از چندین روز ما مطلب رو با یک موضوع به غیر از کرونا شروع کردیم، به ما بگید که چی فکر میکنید در مورد این صحبت‌هایی که میشه، هم هشدارهایی که در ایران داده میشه، هم هشدار ترامپ، و فکر میکنید که آینده بین این دو کشور رو چطور میبینید در خاک عراق، در مورد رویارویی که صحبت ازش میشه.
اجازه بدید ببینم که ارتباطمون با مهمون برنامه برقرار شده. بله، با غسان آشور تحلیلگر مسائل عراق در تماس هستیم برای بررسی بیشتر این خبر. سلام آقای آشور، شبتون بخیر در بوستون. آقای آشور، میشنویم از مقامات ایران که معتقدن آمریکا قصد حمله به ایران رو داره، از طرف دیگه میشنویم که آمریکا میگه که ایرانه که داره خودش رو برای حمله به اهداف آمریکا در عراق آماده میکنه. واقعیت چیه؟ حرفای کدوم طرف به اون چیزی که در روی زمین داره اتفاق میفته نزدیکتره؟ بله، هر دو طرف در واقع درست میگن و هر دو کشور در حال آماده شدن هستن. آمریکایی‌ها رو اگر بررسی کنیم، اینها اول اومدن موضع دفاعی گرفتن، نیروهاشون رو در داخل عراق جابجا کردن، بعضی از این پایگاه‌هایی رو که احتمال اینکه مورد هدف قرار بگیره رو اینها رو تخلیه کردن و نیروهاشون رو در جاهایی که میتونن حمایت کنن جمع کردن، از طرفی منتظر ورود در واقع نصب سیستم ضد موشکی هم در عراق هستن. این حرکت دفاعی بود، اما ظرف چند روز گذشته ما شاهد بودیم که درون‌های اینها یا هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی اطراف پایگاه‌ها و مناطق نظامی 8 شعبی و همچنین نیروهای ارتش عراق در حال پرواز هستند و اون دارن اطلاعات و عکس برداری می‌کنن، که نخست وزیر عراق هم آقای عادل عبدالمهدی چند روز پیش به این اشاره کرد که اینها به طور غیرقانونی و بدون اجازه دارن این کار رو انجام میدن. بنابراین آمریکایی‌ها بعد از اینکه نیروهاشون رو جابجا کردن، موضع دفاعی گرفتن، الان در حال جمع‌آوری اطلاعات از نیروهای 8 شعبی و نیروهای میلیشیایی که نزدیک به ایران هستن، در واقع اینها رو دارن اطلاعاتشون رو جمع می‌کنن. بنابراین به مرحله‌ای رسیدن که احتمالاً آمادگی حمله به نیروهای نزدیک به ایران رو دارن. از طرفی ایران اصولاً عراق رو به عنوان میدان اصلی نبرد با آمریکا میبونه. در واقع اینجوری نیست که ایرانی ها مثلا فردا تصمیم بگیرن که دیگه ما با آمریکا مشکلی نداریم. نه، مشکل ایران با آمریکا ادامه دار هستش و عراق میدان اصلی نبرد هستش. برای این آمریکایی ها اینی میدونن که هر لحظه اتفاقی ممکنه بیفته که حالا چه خود دولت ایران این دستور رو بده یا چه این نیروهایی که به نزدیک به ایران هستن، این میلیشیاها بیان خودسرانه عمل کنن و مثلا نیروهای آمریکایی رو بزنن. بنابراین هر دو طرف میدونن که ممکن هست که هر لحظه یکی از این دو طرف بیاد طرف دیگر رو بزنه. بنابراین هر دو طرف موضع هجومیشون واضح شده در این مرحله. خب در این وسط تکلیف دولت عراق چی میشه؟ رضایت این دولت نباید جلب بشه؟ بله، خب در داخل عراق الان دولت کنونی اکثریتشون حداقل شیعیان نزدیک به ایران هستن و بنابراین اینها قدرت کنترل ایران رو یا کسانی که از جانب ایران به جای ایران میان در عراق نیروهای آمریکایی میزنن رو ندارن. برای این یه مسئله هستش. مسئله دوم، کسانی که به آمریکا نزدیک هستن یا در بین ایران و آمریکا قرار میگیرن، مثل مثلا آقای حیدر عبادی که سابقا نخست وزیر بود یا همین آقای زرفی که الان کاندیدا هستش که نخست وزیر بشه، اینها مثلا متهم میشن. از طرف کسانی که به ایران نزدیک هستن که دارن در واقع طرفدار آمریکا هستن و از آمریکا حمایت میکنن. عراقی ها کنترلی در واقع بر روی درگیری بین دو طرف، چه آمریکایی ها و چه ایرانی ها یا طرفداران ایران در عراق ندارن و به خاطر همین هم هست که می‌بینیم که نیروهای آمریکایی نه تنها در عراق جابجا میشن، بلکه هواپیماهاشون هم بدون اجازه از نخست وزیر عراق دارن پرواز میکنن. آمریکا بهانه‌اش این هست که ما موضوعمون دفاعی هست، در واقع نمیتونیم که اگر از شما اجازه بگیریم احتمالاً این خبر به نیروهای ایرانی داده میشه و موقعیت ما رو به خطر میندازه، بنابراین ما بدون اینکه اجازه بگیریم داریم این کار رو میکنیم. نیروهای 8 شعبی هم که جزوی از حکومت عراق هستن، بنابراین بسیار سخت هست برای مجموعه ای که نخست وزیر مثلا بیاد مجموعه ای که جزوی از حکومت هست رو بیاد تحت کنترل قرار بده. آقای آشور، میشه خیلی مختصر بگیر بنگه، خیلی وقت کمی داریم. دیروز هم ما گزارش‌های شنیدیم درباره اینکه اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد رفته. سفر او به نظر شما به چه منظوری انجام شده؟ بله، دلیل اصلی سفرش همین اختلافات بر سر انتخاب نخست وزیر هستش. ایرانی‌ها یک ماه پیش توسط آقای شمخانی که به بغداد اومده بود اعلام کردن
که ما دیگه دخالتی در انتخاب نخست وزیر عراق نمیخوایم بکنیم. همون حرف همون موقع هم معلوم بود که این حرف درست نیستش. الان واضح شد که اصولا ایرانی ها به طور مستقیم در مذاکرات تعیین نخست وزیر بعدی عراق در واقع دخالت میکنن و دارن سعی میکنن آقای زرفی که شناسنامه آمریکایی هم داره و گفته میشه به آمریکایی ها نزدیک هستش رو در واقع از قدرت دور بکنن. مسئله دوم و کمتر اهمیت کمتری داره این هستش که آقای قانی احتمالاً تمایل داره که از نیروهای هشت شعبی که به ایران نزدیک هستن هم دیدار بکنه و با اینها بتونه مثلا برنامه‌ریزی بیشتری بکنه. اما همونطور که گفتم دلیل اصلی این هستش که بیان نخست وزیر بعدی عراق رو انتخاب بکنن. ایرانی ها تمایلی ندارن که آقای زرفی یا هر کسی که در واقع حداقل در ظاهر با آمریکا نزدیک هستش نخست وزیر عراق بشه. خیلی متشکر هستم آقای آشور قسان آشور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل عراق. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. این هم راه‌های تماس با ما. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. چشمانداز بامدادی را از بی بی سی در لندن میشنوید. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید رشد تعداد مبتلایان در کشورش به بیماری کرونا به ایتالیا شبیه است. بیش از 200,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. 4669 نفرشان هم درگذشتند. تعداد جانباختگان در اروپا هم از مرز 3000 نفر گذشته. ایتالیا و اسپانیا بیشترین قربانیان این ویروس را دارند. دبیر کل سازمان ملل متحد شیوع کرونا را بزرگترین چالش جهان بعد از جنگ جهانی دوم خوانده. بهمن کلباسی از نیویورک که بیشترین تعداد مبتلایان در آمریکا را دارد با ماست. بهمن، تازه ترین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در آمریکا و جهان چیه؟ متاسفانه مثل این که ارتباطمون با همکارمون بهمن برقرار نشده. پس اجازه بدید قبل از اینکه این خبرها رو بشنویم بریم به تحلیل بیشتر آماری که تا به حال در دسترس هست، بریم به سراغ آقای دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتوی بهداشت و آموزش بین‌الملل در نیویورک. آقای علایی شبتون بخیر در این شهر در نیویورک. اجازه بدید اول شروع بکنیم با اون چی که در ایران در طی 24 ساعت گذشته شنیده شده. به نظر شما ایران، آماری که ایران منتشر میکنه رو شما چطور تفسیر میکنید؟ آیا شبیه به مسیری است که این بیماری داره در سایر نقاط جهان طی میکنه؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. در واقع آماری که ایران داره میده بیرون شبیه هیچ کجا از دنیا نیست. چون شما مثال ساده رو بخوام بگم، وضعیتی که در واقع کرونا در ایران شروع شد قبل از ایتالیا بود و شما نگاه کنید به آمارهایی که در ایتالیا و بعدش در اسپانیا و بعد در فرانسه گزارش شد، هر روز نسبت موارد جدید شناسایی شده نسبت به قبلش روند تصاعدی داشت، مثل خود ویروس که روند تصاعدی داره. اما متاسفانه برای چند هفته موارد گزارش شده در ایران به صورت خطی بود و بعد از عید هم که یک میزان شیبش افزایش پیدا کرد، کماکان تعداد موارد فوتی که گزارش میشه در طی یک ماه گذشته یک شیب ثابت حدوداً 110، 120 یا 130 تا داره. در صورتی که اگر شما نگاه بکنید بر اساس صحبتی که آقای روحانی در واقع دیروز کردن و گفتن ما خوشحالیم که 13,000 تخت خالی داریم، در صورتی که اگر شما نگاه بکنید بر اساس آخرین گزارش هایی که معاونت وزارت بهداشت انجام داد با توجه به اینکه 70% تخت ها در واقع پر هستند، ما 24,000 تا تخت خالی به طور متوسط داشتیم. وقتی که از 24,000 به 13,000 رسیده یعنی ما 11,000 تختمون پر شده که احتمالاً به خاطر یک مسئله نوپدیدی مثل کرونا بوده و با توجه به اینکه 5% از افرادی که کرونا دارن نیاز به بستری شدن دارن، به راحتی میشه فهمید که بیش از 220,000 نفر در طی چند هفته نیازمند مبتلا شدن که از این میزان 5% نیازمند بستری شدن دارن.
در مورد روش مقابله ایران با این بیماری چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که اگر که ایران سختگیری بیشتری، مقامات سختگیری بیشتری کرده بودن، نتیجه متفاوتی میگرفتن؟ بله، از هر روشی استفاده میکردن. نه اینها آمدن از روش چین استفاده کردن که به طور دقیق اجرا کنن، نه آمدن از مدل ایتالیا استفاده بکنن که یکم با تأخیر شروع کرد ولی در نهایت باعث شد که نشون بده و در دو سه روز گذشته شیبش رو به کاهش هست، و نه از هیچ کشور دیگه. متاسفانه شما اگر نگاه بکنین هر چند روز یک بار نظرشون عوض میشه. اومدن گفتن ما به جای ایتالیا میایم از روش انگلستان استفاده میکنیم، دیدیم که خود انگلستان هم اومد گفت که ما بیش از دو نفر حق ندارن باشه، و اومدن در واقع مکانیزم های دقیق تر و در واقع محکم تری انجام دادن. ولی متاسفانه ایران هنوز سلیقه‌ای هست و هنوز قرنطینه به صورت کامل انجام نمیشه، در حالی که مواردی که مبتلا میشن هر روز داره افزایش پیدا میکنه. در مورد شیوع این بیماری یا مقابله با این بیماری در جهان، نظرتون به طور کلی چه در آمریکا، در اروپا، این روش موفقیت آمیز رو در کدوم کشور میشه دید؟ اون کاری که چین و کره جنوبی کردن یا اون روشی که در آمریکا الان پیش گرفته شده؟ ببینین، مهمترین مسئله، درسی که ما از کرونا یاد گرفتیم، درس خیلی خوبی بود که هیچ ربطی به سطح بهداشتی درمانی کشور نداره. به عنوان مثال شما نگاه کنید، ایران رو مقایسه بکنید با افغانستان و عراق، که ایران از لحاظ سطح بهداشتی درمانی خیلی بهتره، ولی چون افغانستان و عراق سیاسی کاری نکردن، در واقع اون مشکلی که ایران داشت نداشتن. کشور دیگه مثل آمریکا که خودش هم ملاحظات سیاسی داشت، برای چند هفته مسئله رو زیاد اهمیت نمیداد و میگفت که این در واقع مثل آنفولانزا نیست، در صورتی که ما دیدیم 10 برابر آنفولانزا خطر مرگ و میر داره، باعث شد که ما الان میبینیم که بیشترین موارد مبتلا در دنیا در کشور آمریکا هست، مخصوصا در شهر نیویورک. خود استاندار و شهردارش هم در هفته‌های اولی این مسئله رو زیاد جدی نمی‌گرفتن. از طرف دیگه کشورهای مثل هندوستان که نزدیک به نصفی از اون افراد ممکن دسترسی به حتی دستشویی نداشتن، چون به موقع اومدن مرزها رو با چین بستن و هر کسی که مشکوک بود برای 2 هفته قرنطینه کردن، به راحتی تونستن کنترل کنن. از طرف دیگه کشورهایی که در ابتدا اشتباه کردن مثل کره جنوبی و اومدن سیاسی کاری کردن، مرزهاشون رو با چین نبستن، بعد اومدن قبول کردن و اومدن میزان بیماریابی و تست کردن رو افزایش دادن، تونستن به راحتی کنترل کنن. الان ایران هر لحظه که اراده کنه میتونه به راحتی یکی از این مدل‌های موفق رو جلوی چشمش بذاره و اجرا کنه، ولی متاسفانه چیزی که ما در یک ماه گذشته میبینیم، همچنان به تأخیر انداختن، تغییر بازی دادن با بعضی از اعداد و اینکه بخوان مردم رو به صورت ظاهری خوشحال نگه دارن، ولی چون این واقعیت داره، اگر الان اقدام نکنن 1 ماه بعد 2 ماه بعد بالاخره مسئله خودش رو میکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر. دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتوی بهداشت و آموزش بین‌الملل در شهر نیویورک، با پوزش از اشتباهات، یعنی مشکلات فنی که پیش اومد و نتونستیم گزارش ها رو به ترتیب پخش کنیم، اجازه بدید بعد از این گفتگو بریم به سراغ ایران و گزارش رو ببینیم و بشنویم در مورد اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران اتفاق افتاده. 13 که در طبیعت به در نشد، کوچه هایی که با گذشته خود بیگانند، از آغاز امر تصمیمات و تفاوتی دیگر، جلسه هیئت دولت روز 13 به در. در تصاویر جلسه هیئت دولت ایران، وزرا گوش تا گوش نشستند، نزدیک به هم، بی تفاوت به معیاری که همه جای دنیا از جمله در ایران با آن توصیه شده، فاصله گذاری اجتماعی. بخش عمده از اظهارات حسن روحانی هم در همین رابطه بود، خطاب به مردم. و امسال به خاطر سلامت و صحت خودشون و همچنین هموطنان عزیزشون خانه رو برگزیدند. و آقای روحانی گفت که شمار مبتلایان در همه استانهای ایران روند نزولی پیدا کرده. او در پاسخ به این انتقاد که چرا سیاست اجرای فاصله گذاری اجتماعی در ایران بسیار دیر اجرا شده، حرفای تازه‌ای زده. بعضیا پیشنهاد می‌کردن قرنطینه چینی را ما پیاده کنیم. قرنطینه چینی معناش این بود که دستور دادن تمام مغازه ها بسته بشه، تمام ماشین ها از حرکت متوقف بشه، تمام درب خونه ها بسته بشه، هیچ که حق نداره از خونه خارج بشه و غذای 24 ساعت توسط مامورین به داخل خونه انداخته میشد.
در دوره مد نظر آقای روحانی منتقدان خواستار تعطیلی اماکن عمومی از جمله اماکن مذهبی بودند و حرفی از قرنطینه به گفته آقای روحانی مدل چینی نبود. مثلا در کوران بحران در قم، اقدامی که هفته‌ها بعد از گسترش بیماری در این شهر سرانجام صورت گرفت و این بخش از اظهارات حسن روحانی. یک مدلی بود که برخی از کشورهای اروپایی روزهای اول شروع کردند و کم کم مقداری ازش عقب نشینی کردند در این روزها، و اون امنیت جمعی بود. اونها مدتی این شیوه رو ادامه دادن، بعد خودشون هم در ادامه این شیوه دچار مشکل شدن. برخلاف اظهارات حسن روحانی، جوهر حرف و حدیث این طرح در کشورهای اروپایی خشک نشده با قرنطینه جایگزین شد و طرحی که دولت ایران میگوید اجرا کرده همانی است که در بسیاری از کشورها اجرا شد، از همان روزهای اول و نه پس از ابتلای هزاران نفر و در گذشته صدها تن. همه این اظهارات برخلاف آنچه که رئیس جمهوری اسلامی ایران در اوایل اسفند ماه گفته بود. این یکی از نقشه ها و توطئه های دشمنان ما هست که با هراس افکنی زیاد در جامعه کشور رو به تعطیلی بکشونن. بنابراین از روز شنبه همه روال‌ها به صورت عادی خواهد بود. آقای روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود از شیوه کشورهای غربی در مقابله با بیماری انتقاد کرد. من فکر می‌کنم نمونه‌ای که طراحی ما داشت، ما به خاطر اینکه خب روزای بحران رو زیاد دیدیم، جنگ رو دیدیم، همه مسائل رو دیدیم، از ابتدا بر مبنای بدبینی شدید تصمیم گیری کردیم و خب بر همون مبناست که شما میبینید فروشگاه های ما قفسه هاش پره، چون بر اون مبنا ما تصمیم گیری کردیم، انبارهای ما پره. اما با این که برخی از کشورهای غربی از ما فرصت بیشتری داشتن، یعنی وقتی ما مبتلا شدیم اونا در 15 روز بعد مبتلا شدن، اونا فرصت بیشتری داشتن، ولی هم تخت کم آوردن، هم وسایل تنفسی کم آوردن. این اظهارات در برابر اظهاراتی است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در چند روز گذشته مطرح کرده. وزارت خارجه ایران گفته به دلیل تحریم‌های آمریکا ایران با کمبودهای جدی برای مقابله با شیوع کرونا روبرو بوده. اظهارات حسن روحانی در حالی مطرح می‌شود که بعضی به دیده تردید به شیوه مدیریت شیوع ویروس جهانگیر کرونا در ایران می‌نگرند. بسیاری ایران را از جمله دلایل گسترش این بیماری در جهان می‌دانند و حکومت این کشور را متهم می‌کنند که شمار مبتلایان و درگذشتگان را با صداقت اعلام نمی‌کند. گزارشی بود از علی حمیدانی و حالا اجازه بدید که بریم به نیویورک، جایی که بهمن کلباسی هست و بیشتر با بهمن صحبت می‌کنیم. بهمن، تازه‌ترین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در آمریکا و جهان چیه؟ افزایش چشمگیر تعداد مبتلایان و درگذشتگان هست الان در آمریکا. امشب از 4700 نفر فراتر رفت تعداد کسانی که جان خودشون را از دست دادن و همچنین مبتلایان که از 200,000 نفر در سراسر کشور فراتر رفته. در نتیجه این روند تصاعدی همچنان ادامه داره و نگرانی که وجود داره این است که در هفته های آینده وضعیت سخت‌تر بشه. همینطور که کاخ سفید هم گفته که انتظار دارن بیشتر از اون چیزی که حتی در قبل پیش بینی کرده بودن افراد بهش مبتلا بشن. معاون رئیس جمهوری آمریکا آقای پنس، معاون آقای ترامپ، آمد گفت که مدل ما شبیه مدل ایتالیاست، که خب این نشان دهنده این است که اونها معتقدن رشد تصاعدی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد در هفته‌های آینده. و بعد از وقتی ازش پرسیدن که چه زمانی انتظار دارن که منحنی آمریکا به قول معروف، یعنی تعداد مبتلایان رو به کاهش بذاره، حرف از آغاز ماه ژوئن زد، یعنی اواخر خرداد ماه، برای اینکه اون زمانی باشه که ممکن است یه مقداری کاهش رو شاهد باشن. به همین جهت وضعیتی است که رو به وخیم شدن هست و البته اکثر یا نزدیک نیمی از موارد اینجا در نیویورک و ایالت مرزی نیوجرسی هست. از این 200,000 نزدیک 100,000 نفرش در این دو ایالت هست و خود شهر نیویورک بیشتر از هر شهر دیگری در آمریکا. به همین جهت همینجا که من اینجا نشستم صدای آمبولانس ها همچنان میاد، در طول روز هم صدای آمبولانس خیلی شنیده میشه، مشخصه که تعداد قابل توجهی به بیمارستان ها میرن. ولی خب دبیر کل سازمان ملل اینجا در نیویورک صحبت از این کرده که این مسئله بین المللی است با توجه به اعداد ارقامی که از اروپا میاد، که تعداد کشته شدگان اونجا از 30,000 نفر فراتر رفته. میدونیم ایتالیا و اسپانیا با
با 13,000 نفر و 9,000 نفر کشته در صدر هستند، بیشتر از بقیه تلفات دادن. آقای گوترش اینجا در نیویورک در مقام دبیر کل سازمان ملل گفته که این بزرگترین چالش جامعه جهانی هست بعد از جنگ دوم جهانی، و از دید او هیچ مسئله‌ای در این 60-70 سال به اندازه این بیماری کرونا و شیوع سریعش به چالش نکشیده، سیستم‌های بهداشتی جهان رو به خطر ننداخته، نظم بین‌المللی، و به همین جهت هشدار داد که باید همکاری بین‌المللی بشه تا هرچه سریع‌تر جلوی شیوع بیشترش گرفته بشه. خیلی ممنون هستم. بهمن، گفتی که تعداد کشته شده ها جان باختگان در آمریکا از مرز 5000 نفر گذشته، درسته؟ 4700 نفر که منتشر کردن، ولی ممکنه یک ساعت دیگه این تعداد بیشتر هم بشه. متشکرم. منم خبرم رو میخواستم تطبیق بدم با تازه ترین آمار. ممنون هستم از بهمن کلباسی در نیویورک. چشم‌انداز بامدادی رو از بی بی سی در لندن میشنوید. اجازه بدید که نگاهی بندازیم به سرخط تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه توییتر هشدار داده که اگر ایران اقدامی علیه کشورش بکند، بهای سنگینی خواهد پرداخت. تهدید آقای ترامپ همزمان با انتشار گزارش‌های از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد، پایتخت عراق مطرح شده. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید که رشد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشورش مشابه ایتالیا است. بیش از 200,000 نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند و از این تعداد تاکنون 4,700 نفر درگذشتند. تعداد جان باختگان در اروپا هم از مرز 3,000 نفر گذشته. و وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که دیروز حدود 3,000 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و نزدیک به 140 نفر هم جان خود را از دست دادند. میتونم یک سرخط دیگه هم برای شما بخونم. مقام‌های پزشکی افغانستان میگویند که 41 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در هرات ثبت شده. چشم‌انداز بامدادی رو با مطلبی درباره افغانستان ادامه میدیم. تیم‌های فنی حکومت افغانستان و گروه طالبان برای رهایی زندانیان دو طرف با هم در کابل دیدار کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته که میزبانی هیئت 3 نفری طالبان را سفارت قطر در کابل بر عهده داشت و دیدارها با حضور نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ انجام می‌شود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ملک ستیز، تحلیلگر مسائل افغانستان و پژوهشگر امور بین‌الملل در شهر کوپنهاگ در دانمارک، و ابتدا از او پرسیدم که آیا سفر هیئت طالبان به کابل به معنای به رسمیت شناختن دولت مرکزی در افغانستان است؟ هیئت طالبان تحت شرایط خاصی به افغانستان آمدند. مهماندار این هیئت سفارت قطر در افغانستان است و امروز هم با نمایندگان از نهادهای امنیتی و استخباراتی افغانستان گفتگویی داشتند. تا هنوز نمی شود واضح گفت که طالبان دولت افغانستان را به رسمیت می شناسند، چون اینها همیشه در اعلامیه‌های خود دولت افغانستان را به نمایندگی از مردم افغانستان به رسمیت نمیپذیرند. خب از نقطه نظر آمریکا چجوریه این ماجرا؟ چجور بهش نگاه میکنه؟ آمریکا 2-3 ساله که داره سعی میکنه که این دو طرف رو بکشه به پای میز مذاکره و اینا در مقابل هم قرار بگیرن، با هم صحبت بکنن. آیا ممکنه که این یک موفقیت محسوب بشه و بشه در آینده هم ازش استفاده کرد، مثلا برای مذاکرات صلح، یا اینیست که این فقط یک دستاوردی برای طالبان که به هدف خودشون که آزادی زندانیانشون بوده برسن؟ خب این به صورت قطع در فشار گسترده ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، از طریق قطر، از طریق سایر دولت‌های تاثیرگذار بر طالبان به ویژه دولت‌های خاورمیانه. معنایش این است که به صورت قطع یک دستاورد بسیار مهم برای آقای ترامپ و ایالات متحده آمریکا به حساب خواهد آمد و سوی هم برای کمپین انتخاباتی آقای ترامپ این سفر هیئت طالبان در افغانستان و آغاز مذاکرات پیرامون رهایی زندانیان یک دستاورد برای مصرف انتخابات داخلی ایالات متحده آمریکا خواهد داشت. اما به صورت قطع این تنها دستاورد آمریکایی‌ها نخواهد بود، چون طالبان هم از این دستاورد استفاده شایانه می‌کنند
در حدود 5000 زندانیشان باید رها شود و سوی دیگر به صورت گسترده مشروعیت پیدا میکنند. اینکه جامعه بین المللی به طالبان به عنوان یک نهاد بسیار مهم در افغانستان از ایشان مهمانی میکنند و آنها را در سفارتخانه ها جا میدهند، در مراکز دیپلماتیک با هم مذاکره میکنند، با نمایندگان دولت و نمایندگان بین المللی روی وضعیت سیاسی افغانستان چانه زنی میکنند. اینها همه به نفع طالبان هم تمام خواهد شد. خب برای دولت افغانستان این چه مفهومی داره؟ اونا چطور به این موضوع نگاه میکنن؟ یک امتیازی دادن هم به طالبان و هم به آقای ترامپ، ولی برای خودشون هیچ امتیاز دستاوردی نخواهد داشت؟ بله، متاسفانه دولت افغانستان در این میان بازنده است به دو دلیل بسیار مهم. دلیل نخست این است که در دولت افغانستان یک اجماع سیاسی وجود ندارد. دو شخصیت مطرح انتخابات، یکی آقای غنی و دیگر هم آقای عبدالله، هر دو خود را رئیس جمهور دولت افغانستان معرفی کردند و تحلیف ریاست جمهوری ادا کردند و سوی دیگر سیاسیون افغانستان هم به دسته های مختلف تقسیم بندی شده، اجماع مشترک پیرامون وضعیت افغانستان وجود نداره، موضع مشترک پیرامون نقش طالبان در آینده افغانستان وجود نداره. اینها همه دلایل می شوند که دولت افغانستان در واقع در یک موضع ضعیف باقی بماند. گفتگویی بود با ملک ستیز، تحلیلگر مسائل افغانستان و پژوهشگر امور بین الملل در کوپنهاگ. و حالا بریم به سراغ شیرازه، ویژه برنامه فرهنگی ایام نوروز که امسال فصل سومش در حال بازپخشه. در 12th برنامه شیرازه، سام فرزانه به طنز فاخر سعدی پرداخته. شیرازه، ورقی از گلستان سعدی، طنز سعدی. گلستان که هیچ کس از طنزش صحبتی نکرده، بزرگانمون، استادانمون، و خب گفتم اینو وقتشه بنویسیم و یادآوری کنیم. سلام، صدایی که شنیدید صدای ایرج پزشکزاد، نویسنده و طنز پرداز بود که در گفتگویش با همکارم نازنین معتمدی درباره دلیل نوشتن کتاب طنز فاخر سعدی سخن میگفت. کتاب آقای پزشکزاد که نشر شهابان را منتشر کرده، با شوخ طبعی و ذکر مثال به ما توضیح می دهد که طنز سعدی را در کجای گلستان می توان سراغ کرد. او می گوید که غربی ها چند قرن پیش در گلستان سعدی طنز دیده اند و اینکه چطور خودمان قبلا ندیده بودیم، لابد برای این است که معنای طنز در نظر ما و غربی ها متفاوت است. برای همین در کتابش تعریفی از طنز ارائه می دهد همراه با مثال. آقای پزشکزاد در کتابش توضیح می دهد که اصلا طنز با فکاهه، هزل، هجو و غیره یکی نیست. یعنی شما با شنیدن طنز خنده نمی کنید. ایرج پزشکزاد آمده و تعریف خنده را هم از فرهنگ معین بیرون کشیده که چنین است: حالتی در انسان که به سبب شادی و نشاط ایجاد شود و لبها و دهان گشاده گردند و آوازی به خصوص از حلق براید. راستش آنقدر که این تعریف من را میخنداند، متن گلستان من را نمیخنداند. ایرج پزشکزاد میگوید از طنز فاخر سعدی نباید گشوده شدن لب و دهان و ایجاد آواز به خصوص از ته حلق را انتظار داشت. محمود فرجامی، طنز پژوه، درباره طنز سعدی چنین میگوید: طنز سعدی در گلستان یک طنز غیر مستقیمه، یعنی به شدت از اون چیزی که در قدیم به نام هزل بوده و همچنین حج فاصله میگیره و بیشتر میشه گفت غیر مستقیم بودن نصایح و انتقادات اجتماعیشه که طنز گفته میشه، یا به قول آقای ایرج پزشکزاد طنز فاخر. نکته دیگری که محمود فرجامی بران انگوش می گذارد این است که زیرکی و ایجاز سعدی در گفتن بعضی از حرفهای مگوست که حالت خوشی در ما ایجاد می کند و آن حالت خوش را دلیل وجود طنز در کلام سعدی می داند. حواسمون باشه که این آدم داره یه سری نقدهای اجتماعی بسیار عمیقی رو در یکی از دورانهای بسیار خاص ایران که دوره
حکومت ایلخانان مغول و اون شرایط اجتماعی خاص اون زمان هست میگه، اون وقت میشه به راحتی این طنز رو درک کرد. آقای فرجامی در این حال اضافه می‌کند که همین بیان انتقادات در قالب طنز نشان می‌دهد که اندکی تساهل در میان حکمرانان محلی بوده. در همین دوره است که سعدی می‌آید و پشت بندش طنازی چون عبید زاکانی. سعدی بنای رو در ادبیات فارسی گذاشته که تمام شاعران دست کم و تا حدود بسیار نویسندگان پس از او وامدار او هستند، از او تأثیر گرفتن یا از او تقلید کردند. در زمینه طنز هم عبید زاکانی به طور مستقیم تحت تأثیر سعدی بوده، احتمالاً سعدی رو هم دیده بوده. یکی از مشهورترین حکایت‌های گلستان سعدی که به جدال سعدی با مدعی مشهور است را با شبنم طلویی برایتان می‌خوانیم. یکی در صورت درویشان، نه بر صفت ایشان، در محفلی دیدم نشسته و شنعتی در پیوسته و دفتر شکایت باز کرده و ذم توانگران آغاز نهاده و سخن بدینجا رسانیده که درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته. مرا که پرورده نعمت بزرگانم این سخن سخت آمد. گفتم ای یار، توانگران دخل مسکینانند و ذخیره گوشه نشینان. سعدی میگوید توانگران وقف میکنند و نذر و مهمانی میدهند و زکات و فطره میپردازند و قربانی میکنند. و تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی جز این دو رکعت و آن هم به صد پریشانی؟ درویش هم در پاسخ میگوید نشنیدی که پیغمبر علیه السلام گفت الفقر و فخری؟ گفتم خاموش، که اشارت خواجه علیه السلام به فقر طایفه ایست که مرد میدان رضا اند و تسلیم تیر قضا. حالی که من این سخن بگفتم، انان طاقت درویش از دست تحمل برفت، تیغ زبان برکشید و اسب فصاحت در میدان وقاحت جهانید و بر من دوانید و گفت چندان مبالغه در وصف ایشان بکردی و سخنهای پریشان بگفتی که وهم تصور کند که تریاقند یا کلید خزانه ارزاق. گفتمش بر بخل خداوندان نعمت وقوف نیافته ای الا به علت گدائی، وگرنه هر که طمع یک سو نهد کریم و بخیلش یکی نماید. سعدی میگوید که آن درویش هر حرفی زد جواب مناسبی دادم، تا عاقبت الامر دلیلش نماند ذلیلش کردم، دست تعدی دراز کرد و بیهوده گفتن آغاز. کار میان سعدی و آن درویش به دعوا میکشد. القصه مرافعه این سخن پیش قاضی بردیم و به حکومت عدل راضی شدیم. قاضی پس از تأمل و تفکر به سعدی میگوید ای که توانگران را سنا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی، بدان که هر جا که گل است خار است و با خمر خمار است و بر سر گنج مار است. یعنی هر چه که خوب است بدی هم در کنار دارد. بعد قاضی درویش را خطاب قرار می دهد ای که گفتی توانگران مشتغلند به مناهی و مست ملاهی، یعنی که مشغول اعمال خلاف و بیهوده هستند، و به او می گوید که طایفه ای از توانگران همین گونه هستند که بیان کردی و طایفه دیگر خان نعم نهاده و دست کرم گشاده، طالب نامند و معرفت و صاحب دنیا و آخرت. قاضی چون سخن بدینجا رسانید و از حد قیاس ما اسب مبالغه درگذرانید، به مقتضای حکم قضا رضا دادیم. مهدی جامی نویسنده از هنر سعدی در این حکایت میگوید طنزی رو به کار میبره که کمیابه توی ادبیات فارسی،
یعنی از همون منظر طنز از یک گروه دفاع میکنه که توانگران باشن و از همون منظر از اینها به شدت انتقاد میکنه، ولی طوری هم انتقاد میکنه که شما در واقع بهتون بر نخوره اگر که به صلاح جز توانگران هستید. محمود فرجامی طنز این حکایت را اینطور برای ما میشکافد: سعدی هر انتقادی که به توانگران و یا به زورمندان زمان خودش داره از زبان شخص مقابل میذاره. طرف فرض بفرمایید 10-20 دقیقه اگر بخونیم حرف میزنه در نقد توانگران اون دوره و عیباشون رو میشموره و سعدی مثلا در یه چند ثانیه میگه دیدم یاوه میگوید من فلان گفتم. و اگر از این زاویه نگاه کنیم اتفاقا معنای طنز داره، ولی در حالت عادی اصلا این حکایت معنای طنز نداره، ممکنه فن نگیره که این داره سعدی چه کار میکنه. آقای فرجامی میگوید شیوه طنز سعدی در این حکایت را میتوان در رمان دایجان ناپلئون هم سراغ گرفت. ایرج پزشکزاد در آن رمان انتقادهایش را در زبان شخصیت‌های غیر اصلی می‌گذارد و نه شخصیت راوی که مخاطب با او احساس نزدیکی می‌کند. یکی از مثالایی که به ذهنم میاد مثلا اون صحنه‌ایه که دوز زده به خونه دایجان و ایشون از ترس دوز رفته زیر تخت جایی مثل این و زبونش گرفته و آقا جان که شخصیت اتفاقا شاید میشه منفی ترین شخصیت داستان پر از کینه است میاد اونجا و این نگاهی میندازه و میگه اصلا تقصیر خودمونه که خواب خوشو به چشم خودمون حرام کردیم. قهرمان جنگ کازرون از ترس دوز داره زیر تخت سکته میکنه. قاسم اون تفنگ بده به من. برای محمود فرجامی که طنز پژوه هست، اینکه چنین تکنیکی از ادبیات کلاسیک ایران میآید و در دل یک اثر معاصر مینشیند جالب توجه است. مژگان قاضی راد نویسنده درباره سعدی و طنزش چنین میگوید: سعدی انسان بسیار باهوشی است و یکی از ویژگی های آدم های بسیار باهوش طنز کلامشون است و طنز سعدی طنزی روانه و شما وقتی که دارید حکایت رو میخونید در این جدیتی که پشت اون حکایت هست طنز توش دیده میشه و همینه که به نظر من حکایت های گلستان رو اینقدر دلنشین میکنه. و ما فقط یک برنامه دیگر فرصت همراهی با این آدم بسیار باهوش را داریم. در این شیرازه فرج بالفکن ستار نواخته، متن حکایت را معصومه ناصری خلاصه کرده. تهیه کننده من سام فرزانه هستم و از خشایار جنیدی برای کمک‌هایش در این برنامه تشکر می‌کنم. نقطه سام فرزانه و دوازدهمین قسمت برنامه شیرازه. پیش از اینکه بریم سراغ خبرهای ورزشی چند تا از پیام‌های شما رو بخونم که اکثرا باید بگم در مورد رویارویی ایران، احتمال رویارویی ایران و آمریکا در خاک عراق. جیمز نوشته با گرفتاری آمریکا به علت ویروس کرونا احتمال مورد حمله قرار گرفتن آمریکا در خاورمیانه بالا میرود، لذا آمریکا پیش دستی کرده و شروع به آرایش نظامی و دفاعی کرده و ایران هم شاهد این تحرکات میباشد. زینب نوشته خامنه‌ای به جای اینکه پول مملکت را خرج ما کند که خورد و خوراک داشته باشیم و بتوانیم در خانه قرنطینه باشیم، میرود میلیارد دلار پول ملت را خرج موشک و جنگ و خونریزی می کند و به گفته زینب اونم توی یک کشور دیگه. ما مردم ایران چه گناهی کردیم؟ بهرام نوشته نزاع ایران و آمریکا در منطقه چیز تازه‌ای نیست، اینجا باید دولت عراق قاطع تر عمل کند و امنیت کشور خودش رو در نظر بگیره و دست ایران و آمریکا را از عراق کوتاه کند. امنیت کشور بالاتر از منافع ناشی از ایران و آمریکاست. در فیسبوک هم کسی نوشته که محمد رضا نوشته آمریکا اول تابوت برای نیروهایش بفرستد بعد به نیروهای عراقی و ایرانی حمله کند. و حالا خبرهای ورزشی. اخبار ورزشی شروع میکنیم با لیگ برتر فوتبال انگلیس و بحثایی که در مورد بحران اقتصادی شدیدی که قرار گرفته چجوری باید رد بشه. صحبتی شده از طرف صادق خان شهردار لندن که خواسته فوتبالیست هایی که درآمدهای خیلی نجومی دارن یک مقدار از فشار اقتصادی که الان به باشگاه ها و نفراتی که در استخدام باشگاه ها هستن، حالا چه به صورت روزمزد چه با قرارداد، اونها رو بتونن که تا اندازه‌ای پوشش بدن. در صورت کسایی که الان چه به صورت خصوصی چه به صورت کسایی که استخدام خودشون بودن و کار میکردن مثل بقیه مردم انگلیس 80% حقوق خودشونه تا موقعی که این ماجرای
ادامه داشته باشه دریافت میکنن از طرف دولت تا سقف مشخصی از البته این 80% که پرداخت میشه، یعنی حقوقایی که بالا هستن رو دولت پرداخت نخواهد کرد. اما یک نکته جالب دیگه داره اتفاق میفته اینجا که اتحادیه بازیکنان فوتبال در انگلیس فعلا توصیه که کرده به فوتبالیست ها، حالا چه اونایی که قراردادهای چند صد هزار پوندی تو هفته دارند که واقعا یک رقم عجیب و غریب میشه در ماه، گفته که تا موقعی که با اونها مشورت نکردن قبول نکنن که حقوق خودشون رو بیارن پایین. دلیلش رو اینجوری اعلام کردن که میخوان شرایط اقتصادی هر باشگاهی رو ببینن و بعد طبق اون تصمیم بگیرن که حقوقشون رو بیارن پایین یا اینکه تا چه حدی بیارن پایین. تأثیر ویروس کرونا بر مسابقات ورزشی در هر زمینه ای ادامه داره. بالاخره دیروز مشخص شد، قطعی شد که مسابقات تنیس ویمبلدون امسال برگزار نمیشه. به این چی میتونی اضافه بکنی؟ با توجه به این که اوپن آمریکا مونده در آخر تابستون، ویمبلدون بعد منتظر میمون تا ببینه که آیا فرجی حاصل میشه تو شرط فعلی که این اتفاق نیفتاد. و خب این مسابقه هم مثل چند تا از مسابقه های مشهور دیگه برای اولین بار هست که برای بعد از جنگ جهانی دوم و برای اولین بار در دوران اوپن عقب میفته. خبرهای ورزشی رو شنیدید. یادم رفت معرفی کنم پوریا ژافره تهیه کننده این خبرها بود. برنامه رو با شماره دیگه از شاهد عینی به پایان میبریم. سلام، به بخش دیگری از برنامه شاهد عینی از سرویس جهانی بی بی سی خوش آمدید. در این برنامه همراه با شارون هیمانز به سال 1968 میلادی می رویم، زمانی که دیوان عالی آمریکا آزار جنسی را به عنوان مصداق نقض حقوق مدنی فرد به رسمیت شناخت. شارون هیمانز در این برنامه با کاترین مک‌کینون، وکیل فعال حقوق زنان، آکادمیسیان و فمینیست شناخته شده آمریکایی صحبت کرده، فردی که در تدوین قوانین آمریکا در زمینه آزار جنسی نقش مهمی داشته. خانم مک‌کینون میگوید ماجرا زمانی آغاز شد که برای اولین بار در خبرنامه دانشجویان زن خبری را درباره کنارگیری یک زن از کارش در دانشگاه کرنل آمریکا خواند. این گزارش توصیف تجربه کارمیدا بود که در دانشگاه کرنل کار میکرد و رئیسش او را از لحاظ جنسی تحت فشار گذاشته بود، تا جایی که کارمیدا جسمن بیمار شد، در بیمارستان بستری شد و مجبور شد کارش رو ترک کنه. بعد از اون این زن درخواست حقوق بیکاری کرده بود، اما بهش گفته بودن چون کارش رو به دلایل شخصی ترک کرده این غرامت شامل حالش نمیشه. موضوع من رو کاملا شوکه کرد. کاترین مک‌کینون تصمیم گرفت ماجرای کارمیتا وود را در بخشی از پایان‌نامه‌اش در رشته حقوق بررسی کند. در گزارش خبرنامه کرنل نوشته بود هر کس هر ایده‌ای داره مطرح کنه. ایده من این بود که این یک نوع تبعیض جنسیتیه. حرف کاترین مک‌کینون این بود که اگر آنچه بر سر کارمیتا وود آمده تبعیض جنسیتی است، به معنی غیرقانونی بودن آن هم هست. پایان نامه او بعد از آن در سال 1979 به شکل یک کتاب با عنوان آزار جنسی زنان شاغل، پرونده‌ای درباره تبعیض جنسیتی منتشر شد. او را خالق دعوی حقوقی می‌دانند که می‌تواند ثابت کند آزار جنسی نوعی تبعیض جنسیتی است. تز من استدلالی رو مطرح میکنه از نظر حقوقی و از نظر واقعیات ارائه شده که نشون میده آزار جنسی به معنی توجه جنسی نامطلوب و دعوت نشده همزمان با نابرابری قدرت در دو طرف نقض حقوق مدنی فرد و حقوق بشری اوست. نقض حق فرد برای اینکه بر اساس جنسیتش تحت تبعیض قرار نگیره. سال بعد در 1980 تئوری های این کتاب عملا در دادگاه به محک گذاشته شد. میشل وینسون یک زن آفریقایی تبار آمریکایی بود که در بانک کار میکرد. کارش رو 18 سالگی شروع کرده بود و سیدنی تیلر که رئیسش بود مرتبا اصرار داشت که با میشل سکس داشته باشه. میشل از مادر بیمارش هم نگهداری میکرد. دائما خواسته های سیدنی رو رد میکرد و میگفت علاقه به این کار نداره، اما رئیسش مرتبا اصرار میکرد.
بهش گفته بود همونطور که استخدامت کردم میتونم اخراجتم بکنم. مجبورش میکرد توی خزانه بانک باهاش سکس کنه. وادارش میکرد باهاش به هتل بره. این اتفاق در یک فاصله 2.5 ساله 52 بار تکرار شده بود. و میشل نهایتاً کارش رو ترک کرد. پاتریشیا بری رو به عنوان وکیلش انتخاب کرد و از سیدنی شکایت کرد. پاتریشیا بری وکیل میشل از کتاب کاترین مکینون در طول محاکمه استفاده کرد. میشل وینسون در این پرونده شکست خورد. اما در فرجام خواهی رأی دادگاه بدوی به نفع میشل نقض شد. اما جنگ حقوقی میشل تمام نشده بود. بانک مریتون تصمیم گرفت که پرونده را به دیوان عالی آمریکا ببرد. در سال 1986 پرونده به دیوان عالی آمریکا رسید. بانک از دیوان عالی آمریکا خواست که این پرونده رو بررسی کنه. بر اساس نظام قضایی آمریکا، دیوان عالی میتونه تصمیم بگیره که پرونده ای رو بپذیره یا نه. اینجا بود که به درخواست پاتریشیا بری و میشل وینسون پای من به ماجرا کشیده شد. قضات این دادگاه استدلال‌های هر دو طرف را شنیدند. اول وکلای بانک صحبت کردند و بعد نوبت پاتریشیا بری بود. سوال اصلی در این پرونده این است که اگر مباشری به زیر دست خود در یک شرکت دسترازی جنسی کند، آیا شرکت کارفرما به صورت اتوماتیک بر اساس بند 7 لایحه قانون مدنی مسئول شناخته می شود؟ یکی از این ادعاها این است که سوء رفتارهای جنسی با شیوهی تکرار شونده و مشخص وجود داشته. نقل به مضمون می کنم که بانک حتما از این موارد با خبر می شده. چند ماه بعد رأی صادر شد. هر 9 قاضی دیوان عالی آمریکا به اجماع حکم دادند که آزار جنسی و فضای خصمانه‌ای که در محیط کار می آفرینند ناقض لایحه حقوقی مدنی 1964 آمریکاست. این حکم عملاً تعریف آزار جنسی در قانون را تعیین کرد. ما در اون رأی تقریباً در اغلب موارد پیروز شدیم، اما نه در همه موارد. در بخش کانونی پرونده برنده شدیم، اونجا که آزار جنسی بر اساس جنسیت افراد تشخیص داده میشه، درست به خاطر شیوهی که اتفاق میفته. بخشی که نبردیم ربط لباس ها و به اصطلاح فانتزی های میشل به این بود که آیا واقعاً خواستار این رابطه جنسی بوده یا نه. اما یکی از چیزهای اصلی که در اون پیروز شدیم این بود که مفهوم رضایت از قوانین مربوط به آزار جنسی برداشته شد. رأی دادگاه پیروزی برای زنان محسوب میشد. اما کاترین مکینون میگوید موضوع به دلیل اینکه میشل وینسون یک زن جوان آفریقایی تبار بود اهمیت دوچندانی پیدا میکرد. Having the real face of some of the worst abuse. میشل وینسون نماد واقعی کسانی بود که بیشترین آزارها رو دیدن. این اهمیت زیادی داشت. زنانی که کمترین انتخاب‌ها رو پیش روشون داشتن، کسایی که بیش از همه هدف چنین رفتاری قرار می‌گیرن و به طور قابل توجهی اعتبار کمتری به شکایت‌هاشون داده میشه. به همین دلیل اینکه این پیروزی در شخصیت یک زن جوان آفریقایی تبار عینیت پیدا کرده بود، پیام ما رو به خوبی می‌رسوند. کارفرماها در سراسر کشور به این رأی توجه زیادی کردند و تغییر سیاست‌هایشان را آغاز کردند. تک تک شرکت ها مجبور شدن در نظر بگیرن که ممکنه اگر اتفاقی شبیه اونچه برای میشل وینسون افتاد در شرکتشون بیفته و اونها واکنش درستی از خودشون نشون ندن و مشکل رو حل نکنن ازشون شکایت بشه. معلومه به یک باره کشور پر از شکایت های این چنینی شده بود. در دهه 90 دو پرونده مهم مربوط به آزار جنسی توجه بسیاری را در افکار عمومی و رسانه‌ها به خود جلب کرد. این پرونده‌ها مربوط به یک قاضی ارشد و بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا بود. ماجرایی که در رابطه با بیل کلینتون و پاولا جونز اتفاق افتاد رو داشتیم. در این حال شهادت آنیتا هیل در کنگره علیه کارهایی که به گفته او کلرنس تامز انجام داده بود. وقتی که پرونده به دیوان عالی رسید، تمام این ماجراها اتفاقهایی بودند که به زنها نشون میداد آیا با آزار جنسی جدی برخورد میشه یا نه؟ با وجود پرونده های حقوقی، کلرنس تامس در نهایت در سال 1999 به عنوان قاضی دیوان عالی آمریکا تایید شد و پرونده آزار جنسی علیه بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا واجد شرایط برای رسیدگی شناخته نشد و در نهایت با غرامت حل و فصل شد. اما محاکمه و محکومیت هاروی واینستین غول تهیه کنندگی هالیوود از نظر بسیاری گام رو به جلوی مهمی در مبارزه علیه آزار جنسی در محیط کار محسوب می شود. شجاعت زنانی که علناً علیه او صحبت کردند تحسین می شد. کاترین مکینون معتقد است این دادگاه و جنبش میتو یا من هم
باعث تغییری در فرهنگ شد. فکر می‌کنم تغییر زیادی ایجاد کرده. به این شکل که وکلای دفاع حوزه حقوق جزایی قبلاً همیشه دقیقاً می‌دونستن اگر کسی به تجاوز متهم بشه چه اتفاقی در دادگاه براش میفته. الان دیگه نمیدونن. تغییری که با جنبش میتو و به ویژه دادگاه هاروی واینستین ایجاد شد که کارفرمای خیلی قدرتمندی محسوب میشه. مردم الان دیگه میدونن قدرت چطور عمل میکنه. این یک تغییر جدیه. و به این ترتیب با یک شماره دیگه از شاهد عینی به پایان ساعت اول چشم‌انداز بامدادی رسیدیم. ساعت دوم رو تا لحظاتی دیگر با تازه‌ترین خبرهای جهان آغاز می‌کنیم.